ریمایندر که یکی دیگه از قابلیت‌های iOS 5 هستش، یه چیزایی رو به شما یادآوری می‌کنه. یعنی در واقع یه جورایی مثل دفترچه یادداشته. شما اون کارهایی که توش داشتید انجام دادید، میتونید تیک بزنید، بر اساس جایی که شما هستید یه چیزهایی رو به شما یادآوری می‌کنه. شما برای اون اتفاق تاریخ هم میتونید تعیین بکنید و توی اون روز خاص این کار رو انجام بده و توی نوتیفیکیشن سنتر شما هم دیده میشه. شما توی ریمایندر لیست های مختلف هم از کارهای مختلفتون میتونید داشته باشید. برای اضافه کردن یه لیست شما روی دکمه لیست کلیک میکنید، دکمه ادیت رو میزنید و create new list و اسم لیست جدیدی که میخواید توش چند عنوان ریمایندر داشته باشید رو بهش میدید. برای اضافه کردن جا به هر کدوم از اونها شما روی remind me کلیک میکنید و عنوان at a location رو فعال میکنید. حالا تو این at a location بهش میگید که کجا در واقع این عنوان رو به شما یادآوری بکنه، که برای این سرویس از location services خود آیفون استفاده میکنه. وقتی شما وارد جایی شدید از اون مپی که داره و حالا جی پی اس و لوکیشن سرویسز میتونه تشخیص بده اینجا کجاست و حالا چی رو باید به شما یادآوری بکنه. با زدن چوز ادرسز هم میتونید از آدرس هایی که توی دفترچه تلفنتون هست استفاده بکنید و اونها رو اضافه بکنید، یا اینکه اگر شما آدرس هوم یا ورک یا جاهای دیگه دارید بهش میگید که مثلا وقتی من رسیدم خونه این کار رو به من یادآوری کن. وقتی شما به اون لوکیشن خاص نزدیک بشید بلافاصله ریمایندر شما باز میشه. جلوی هر کدومشون هم که خواستی میتونید تیک بزنید و الان توی لیست کامپلیتد شما دیده میشن این عنوان‌ها، به دلیل اینکه خب شما اونها رو انجام دادید. برای پاک کردنشون هم خیلی راحت میتونید دیلیت رو بزنید و یه اخطار به شما میده که دارید پاکش میکنید. اگر شما دوباره دیلیت رو بزنید براتون پاکش میکنه. ریمایندرز هم با برنامه iCal کار میکنه، هم با iCloud. اگر شما احیانا پشت مکتون توی خونه کسی بشینه و به ریمایندر شما چیزی اضافه بکنه، بلافاصله iCloud اونها رو توی گوشی شما آپدیت میکنه و به طور مثال لیست خریدی که از سوپرمارکت دارید، اگر همسرتون توی خونه لیست بکنه برای شما پشت مکتون، بلافاصله توی گوشی شما باز میشه و میتونید خیلی راحت حالا تمام اون لیست رو خرید بکنید یا کارهایی که دارید رو انجام بدید.